کار پروپاگاندای خبری فوکوس کردن روی یک خبر فرعی هست که بتونه دنیا رو نسبت به اون حساس بکنه، خبری که بتونه کنترلش کنه و هر وقت دلش خواست بتونه جمعش کنه اونجوری که دلش بخواد، به اون هدفی که دلش بخواد برسه و بابتش جشن پیروزی داشته باشه و خبرهای اصلی رو باهاش سرکوب بکنه. این اتفاقی هست که در رابطه با روسری و حجاب در ایران داره اتفاق میفته. این همه مقابله کردن با مسئله حجاب و خبرهاش رو به دنیا صادر کردن بوداره. یعنی ما هیچ مشکل دیگه نداریم. برای جماعتی که روی این مشکل قضیه داره کار میکنه، گیس بریدن در جوامع بین المللی راحت تر هست تا بریدن تنابهای دار. هر وقت هر کس هر جا میخواد از مشکلات کرد و بلوچ بگه، بگه که آقا جون سوختبری کولبری شغل نیست، این که نیمی از کشور رو سیل و زلزله از بین برده، خودتون که کمک نمی کنید چرا نمیگذارید کمک های بین المللی برسه، نمیخوان راجبش صحبت کنن، زود انگ تجزیه طلبی میزنن. اینها نمیخوان کسی در رابطه با حاکمین لوادکار اختلاسگر خائن به محیط زیست و اماکن آثار تاریخی ایران بشه، کسی نمیخواد راجبش، اینها نمیخوان کسی راجبش صحبت کنه. میدونید چرا؟ چون اتحادیست بین اصولگرایان و اصلاح طلبها. هاشمی بارها بهش اشاره کرد که ما بین در رابطه با این مشکلات بین خودمون دموکراسی داریم، ولی ما در دموکراسی اونها نقشی نداریم. هدف ما سرنگونی رژیمه، نه کمک کردن به روی کار آمدن اصلاحات، نه اینکه وقتی همه مردم توی خیابون هستن خانم نرگس محمدی از زندان اعلام کنی که بریزید تو خیابون، که بعد بین المللی خبر بشه که بعد با توجه به گفته ایشون اینها ریختن توی خیابون. آیا ایشون هم به مردم گفته بود که برید پاسارگاد؟ ایشون به مردم گفته بود که نوروزتون رو چجوری بگذرونید یا سیزده بدرتون رو؟ هوشیار باشید.